سلام سلام، شبتون بخیر. پرسا جان دیدم اومدی. خب من پرسا رو میارم بالا. شب شما هم بخیر. سلام، حالتون چطوره؟ مرسی، ممنون. خوشحال دیدار. سلامت باشی همچنین. مرسی. ممنون. مرسی. همه چی خوبه؟ خدا رو شکر خوبه. ویکند چطور گذشت؟ دوران شلوغ. کلا من دیروز به خرید و کار خونه و اینا بودم. یه کوزت خوبی بودم واسه خودم این شنبه این هفته. هوا چطوره سمت شما؟ والا یه برف اساسی اومد جمعه، یه برف خیلی خوبی اومد دیگه، برفه بود و ولی خب سرمایه کم شد چون یه دو سه روز خیلی سر بود قبل از این برفه. دوباره یه ساعت پیشم یه کمی برف گرفت، ولی برای برفش از این برفای موقت یه ساعت دو ساعته بود و حالا دیگه نمیدونم الان داره میاد یعنی، چون من پرده رو کشیدم که نورم خوب باشه دیگه، الان چشم بیرون نمیبینه ببینم قد شده یا نه. خب خیلی هم خوب. اینجا هم تا چند روز پیش خوب بود هوا، اینجا که الان تورنتو منظورمه. آها همون. ولی دیروز یکم سرد بود، آفتابی بود ولی سرد بود. امروز هم یکم سرد هوا. آها. ولی خب دیگه زمستونه دیگه، انتظار میره. آره دیگه، بازم خیلی امسال زمستونش زمستون خوبیه نسبت. دقیقاً. آره. نسبت سالای گذشته و کسایی که خیلی قبل تر از ما اومدن میگن اصلا الان که چیزی نیست. دقیقاً. نیست. دقیقاً. آره به ما هم همینجور میگن، میگن این زمستون چیزی که بد باشه نیست. خودم بهتر شانس ما. یه بار ما شانس بیاریم چی میشه؟ همین این همه راه اومدیم تا به خدا. موافقم. پرسا جان اگه موافقی من کامنت ها رو ببندم باشه حتما که حرفامونو بزنیم، بعد اون وقت آخر سر شده اگه فرصت باشه که فکر کنم حتما باشه میتونیم چیز بکنیم. باشه حتما، عالیه، خیلی خوبه. خب من بستم. میخوای شما شروع کن از ساسکا بگو. بچه ها خیلی مشتاق بودن که ببینن شما چیا میخوای بگی از ساسکا، بخاطر اینکه بچه ها خیلی هاشون برای ساسکا یا اقدام کردن یا هدفشون اینه که پروفایل بسازن. درسته. یه ده اکسپرس، یه ده تحصیلی، یه ده پی ام دی استانی، اینه که خب خیلی براشون جالبه شما که اونجا زندگی کردین دیگه، واقعا لمس کردین چه جوریه براشون. بگین از شرایط اونجا. باشه حتما حتما، خیلی هم خوشحال میشم. خب پس بعد برگردیم به سال 2016 و بازی 2016 تا 2018 زندگی منو با هم دیگه مرور کنیم. خوبه. ساسکاچوان در واقع استان، میدونیم که کانادا 10 تا استان داره و اینکه ساسکاچوان از غرب به آلبرتا و شرق مانیتوبا در واقع دسترسی داره. ساسکو دو تا شهر بزرگ داره، مرکز استانش خب رجاینا هست و بزرگترین شهرش ساسکاچوانه. رجاینا 250,000 نفر کلا جمعیت داره مرکز استان و ساسکاتون 345,000 نفر جمعیت داره. خب جمعیت خیلی کمیه نسبت به شهرهای بزرگ مثل تورنتو، ونکوور، کلگری و حدوداً از کل جمعیت ساسکاچوان که 1,200,000 نفر هست 16% ابورجینالن، یعنی فرست نیشن یا بومی های اون استان هستن. محور اقتصاد ساسکاچوان یه در واقع کشاورزی هستش. محور این بیزینس و اقتصاد این استان کشاورزیه، ولی خب توی چند سال گذشته خیلی سعی کرده که مهاجر جذب کنه و خیلی کم شده. زمانی که من رفتم ساسکاچوان باورتون نمیشه، شاید بگم 100-150 تا ایرونی اونجا بودن، ولی چند روز پیش که با یکی از دوستام صحبت میکردم تعداد ایرونیای اونجا خب خیلی زیادتر شده نسبت به قبل، چون نشون میده که این استان به سمت مهاجر پذیری داره حرکت میکنه و مهاجر جذب میکنه از کشورهای مختلف. خب در واقع همه شهرهای کانادا به خاطر اینکه جزء کانادا هستن استاندارد خوبی دارن از لحاظ امکانات زندگی، دسترسی به مثلا جاهای خرید و مدارس، بیمه، بهداشت، همشون استانداردهای خوبی دارن. ولی خب شهرهای بزرگتر مثل تورنتو و ونکوور تنوع بیشتره، ولی این تنوع بیشتر بودن داشتنه باعث میشه که خب هزینه‌اش رو باید پرداخت کنیم، ولی همه اونا رو ما تو ساسکاچوان داشتیم.
تمومشون، حالا مثلا لحاظ سینما، مراکز خرید توی رجاینا، دو تا مرکز خرید وجود داره، یکی توی تو دانتانش کنوال و یه دونه هست به اسم ساوتلند مال. خب بزرگ نیستن خیلی، شاید بگم ترکیب جفتشون نصف ایتن سنتر تورنتو هم نباشن، ولی خب همه اون فروشگاه و برندا رو دارن، در واقع شاید کوچیک‌تر یه اشانتیمینی ازشون داشته باشن. بعد چیزی که میتونم بگم که خب ساسکاچوان حسنی که خیلی خوبه و داره اینی که تکس خیلی کمی مردم پرداخت میکنن نسبت به استانهای دیگه. خیلی خوبه آقا. آره. آقا من در راجع به این موضوع حسودیم میشه به ساسکا. واقعا موافقم. این که مثلا توی ساسکاچوان، حالا نمیدونم هالیفکس یا نوسکاشیا الان چطوریه، ولی ساسکاچوان تکسی که بر درآمد تعلق میگیره برای حقوقای زیر 42,000 دلار تکسش 10% که خب اصلا هیچیه. بعد بین 42 تا 85,000 دلار درآمد سالانه تکسش 12% که بازم هیچیه، خیلی کمه. بعد یه چیز دیگه که وجود داره، تکس ما زمانی که خب ایرانم فکر میکنم یه چیزی بود به اسم مالیات بر ارزش افزوده، وقتی که خرید میکردیم یه مالیاتی باید پرداخت میکردیم، این مالیات توی استان ساسکاچوان 6% که خب من واسه این حسودیم شده بود، من این مالیاتو حسودیم شد. خیلی خیلی عدد کمیه. حالا توی مثلا خرید خوراکی و اینا 6% عددی خودشون نشون نمیده مالیاته، ولی وقتی شما میخواین که خونه بخرین، میخواین برین ماشین بخرین یه چیز بزرگ خرید گرون خرید کنین، مالیات اصلا خیلی سخته. خیلی. حتی حالا درسته که شما 6% مالیات برزش افزوده دارین تو خوراکی نشون نمیده، ولی واسه ما که 15% رو خوراکی هم لامصب نشون میده. موافقم. یعنی ما هرچی میخوایم قیمتش رو بگیم میگیم انقدر بیفور تکس، یعنی یه یادآوری هم میکنیم این بیفور تکسه. بیفور تکس دقیقا همینطوره. ولی خب این جزء محاسنه. چرا؟ چون خب این استان میخواد که مهاجرای بیشتری رو جذب کنه. یه مورد دیگه خیلی خیلی حسن خوبیه. یه مورد دیگه این که خب بچه‌ها وقتی که میخوان ماشین بخرن، خب ماشین برای بیمه بیمه‌شو پرداخت کنیم. حالا توی ایران این بود که بیمه ماشین رو ما سالیانه پرداخت میکردیم، ولی تو کانادا تو تمام استاناش اینطوری که شما میتونید ماهانه بیمه رو پرداخت کنید. بعد برای ماهایی که تازه وارد کانادا میشیم و در واقع داریم گواهینامه کانادا رو میگیریم، این مبلغ بیمه خیلی بالاست، یعنی برای خودشون انقدر بالا نیست. برای فهم کنم برای ساسکاچوان 100-150 دلار ماهانه که واقعا هیچی نیست. حالا اینکه خب عدد خیلی خوبیه برای یه نیوکامر که حالا از ایران داره دلار میاره، 100-150 دلار رو افوردبله و میتونن که در واقع پرداختش بر بیان. این جزء محاسن ساسکاچوانه. بعد مورد دیگه که هست اینه که کسایی که به صورت دانشجویی وارد ساسکاچوان میشن و فرزند دارن، فرزندانشون خوب میتونن از تحصیل رایگان تو این استان استفاده کنن، هزینه تحصیلشون رایگانه. و بعد از اینکه دانشجو هستن وارد میشن، حالا کسایی که اقامت دارن متفاوته، بعد از اینکه 18 ماه از سکونتشون تو اون استان گذشت میتونن از چایلد بنفیت ساسکاچوان استفاده کنن. که خوب. آره خیلی خوبه. خیلی خوبه، چون اینجا همچین مزایایی فقط مال کسیه که پی آر باشه. جدا؟ تا جایی که من میدونم، حالا من اینو تحقیق میکنم تحقیقشو در میارم، ولی تا جایی که میدونم اگه کسی اینجا دانشجو باشه فرزندش نمیتونه رایگان تحصیل بکنه. من اینو حالا میپرسم تحقیقشو آره. در میارم. آره نه اونجا رایگانه و اینکه خب بچه هاشون آقا باشه درساس کن. دقیقا همینطور. بعد از 13 ماه خب حقوق میگیرن، حقوق هم برای بچه ها مثلا از 500-600 دلار به بالا شروع میشه، یعنی میره به بالا. باورتون میشه من یه دوستی داشتم، بعد اینکه خب مثلا ما میرفتیم نیم کیلو گوشت میخریدیم، بعد اون چند تا بچه داشت، حالا ملیتش هم نمیخوام بگم که خدا کرده، بعد 4-5 تا بچه داشت، اون گوسفند میخرید. فهمیدم ملیت چیه. دقیقا. بعد اصلا خب خیلی میدونید یکم تبعیض بود یکم. آره واقعا این جز امکانات در واقع ساسکاچوانی بعد بچه آوری رو بیاری اینجا به نفته.
دقیقا، خیلی خیلی زیاد. و اینجا شما میدونین که مثلا پدر مادر که میخوان از هم دیگه جدا بشن، خیلی براشون مهمه که کی سرپرستی بچه رو بگیره، چون اونی که سرپرستی بچه رو میگیره دقیقا عجب. هم همینطوره دقیقا. حالا یه چیز دیگه که در مورد ساسکاچوان خیلی خوبه، خب ما زمانی که من خودم زمانی که دانشجو بودم بورس نداشتم از دانشگاه، ولی از طریق استادم خب تیچر اسیستنت، ریسرچ اسیستنت بودم و خب یه اینکامی داشتم. اون اینکامه خب بهش تکس تعلق میگرفت، ولی اگر میتونستم تو ساسکاچوان بمونم بعد از تحصیلم و اونجا کار کنم، اون تکس رو دولت به هم برمیگردم. که این خیلی خوبه، خیلی چیز واقعا با ارزشیه، عدد خیلی درشتی میشه وقتی شما دو سال سه سال اونجا داری درس میخونی و خیلی تحسین برانگیزه و در واقع خیلی یه چیزی که به مردم تشویقشون میکنه که بیان ساسکاچوان زندگی کنن. خب شهر رجانی شهر خیلی کوچیکه، یعنی یه خیابون اصلی داره به اسم خیابون ویکتوریا که من به بچه‌ها گفتم شما می‌خواید کل رجاینا رو دور بزنیم میشه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت، یعنی اصلا مصرف بنزین اونجا به چشم نمیاد چون خیلی کوچیکه، ولی مردم بی‌نظیری داره چون که اکثرشون وایت هستن، کانادایی هستن، خیلی خوش برخوردن، خیلی مهربونن، خیلی نایسن، واقعا خیلی برای منی که تازه نیوکامر بودم به کانادا و خیلی دوست داشتم فرهنگ کانادایی رو یاد بگیرم، به نظر من تجربه عالی بود، تجربه خوبی بود اینکه یاد بگیرم ازشون آرامش و صبر رو، و اینکه خودشون هم میگن که ما آدمای خوبی تو دعوا و دروغ نیستیم. واقعا همینطوره. چقدر خوب. آره واقعا همینطور. دیگه چه چیزایی رو میشه در مورد ساسکاچوان؟ آها، مغازه های ایرونی، رستوران و مغازه ایرونی. ما متاسفانه توی ساسکاچوان شاید بگم یکی دو تا رستوران ایرونی داشتیم، توی رجاینا، توی ساسکاتون هم فکر میکنم یکی دو تا رستوران ایرونی و مغازه ایرونی برای مثلا خرید گروسوری و خرید خوراکی هم فکر میکنم که عربی بودن، یعنی اینکه اونا برای ما می آوردن محصول چیزای ایرونی مثل کنسروای قرمه سبزی و نون بربری و... ما هم الان همینه تقریبا اینجا عربا میارن، یا مغازه عرب یا مغازه افغان. حالا بیشتر عربا، البته ما یه بیکری ایرانی اینجا داریم، یه نونوایی ایرانی داریم که دیگه کار ما رو راحت داره میکنه. هی چند وقت بار میرم، مثلا دیروز رفتم مربا آورده و مربا خریدم ازش، یا مثلا سبزی قرمه سرخ کرده آورده، هی یه سری چیزا رو داره اضافه کرده که یه قسمت دیگه شده فروشگاه، یه قسمت هم که حالا همون بیکریه. ولی دیگه بقیه چیزا رو اگر بخوای مغازه مثلا سوپر ایرانی اون به اون شکلی که تو تورنتو زیاده نیست، مغازه عربی باید بری خرید. درسته، همینطوره دیگه. ولی خب دیگه اینم یه تجربه است دیگه، یه تجربه ایه که به نظر من خیلی جذابه. من یادم نون بربری یخ زده، اون بنده خدا مغازه اسمش فکر کنم المنار بود، از کلگری برای ما می آورد نون بربری رو و می خریدیم دونه $5 نون بربری. حالا نمیدونم اونجا چنده، ولی $3 همون دیگه. ولی اون نون بربری می آورد و شاید الان ارزون تر شده باشه، ایده ندارم، ولی اون موقع قیمتش این بود. آره اینجا هم الان $3 واسه نون بربری قیمت کمی نیست. درسته، ولی خب حواست میشه دیگه، مجبوری میفهمی. من میفهمم. حالا چیزیه که در واقع حالا آدم کم کم به فرهنگ این عادت میکنه، مدل نونایی که مصرف میکنن و دیگه کاناداست دیگه. آره دیگه مجبور میشی تغییرم بکنی، دقیقا همینه. درسته. پرسه جان از سرمای زمستون ساسکا بگو برام. باشه حتما. من درس میخوندم و در کنار درسم کار جنرال داشتم، یعنی که توی فروشگاه لباس کار میکردم توی همون کورنوال سنتر و 12 شب مثلا دیگه کلوزینگ بود، وقتی میبست مغازه 11:30 من 12 میومدم خونه. خیلی سخت روزای آدم بخواد کم از ایران دلار بیاره، داستان همینه. بله. بعد اینکه میومدم خونه تو زمستون مژه هام یخ میزد، باورت میشه؟ با اینکه مثلا لباس چند لایه کاپشن فلان، یادمه که توی ژانویه سردترین دمایی که من دیدم توی ژانویه 2017 بود که شد منفی 47-48 درجه، سرد بود. آره خیلی سرد بود. فریزینگ. خیلی سرد. ولی خب تا
تابستونای پر آفتابی داره خیلی خوب و دمای هوا تو تابستون مثلا 20-25 درجه میشه بهار، یعنی خیلی عالی و دلانگیزه. و زمستوناش خب پر برف سرده، ولی چیزی که هست اینه که واقعا زندگی جریان داره، حتی اگر برف بود، حتی اگر سرد بود، اینکه اتوبوس ها به وقت می اومدن، اینکه شما مثلا هیچ مشکلی همه جور حل نمیشه زندگی همینطوره. یعنی اون نگرانی که مردم دارن که وای مثلا حالا بیایم توی این سرما، اوکی میشه بعد از یه چند مدتی آدم جا میفته، راحت میشه. اینکه همه جا گرمه، یعنی تو محیط رستوران، بیمارستان، دانشگاه، مراکز خرید گرمه، فقط بیرون سرده، که اونم باید یاد بگیریم که مثلا چند لایه لباس بپوشیم، به قول بچه‌ها مثل پیاز لباس بپوشیم رو هم. دقیقا. خب اون وقت این طول مدت سرما زمستونش از کی تا کی چقدر طول میکشه؟ ببینید از سپتامبر سرد میشه هوا، ولی دیگه جنوری و فوریه واقعا، مخصوصا فوریه خیلی سرد میشه، یعنی سردترین ماه سال فوریه است، ولی دیگه سرد هست تا مارچ و یعنی بهار خودمون که میاد اون سرمای هوا خیلی کم میشه. ولی توی آگست هم برف اومده توی ساسکاچوان. یعنی شوخی میکنی؟ اصلا شوخی نمیکنم. آره توی آگست هم اونجا برف اومده. من خودم تجربه برف ساسکاچوان رو توی ماه می داشتم، که خب می باز منطقیه، همچنان بهاره، اواخر بهاره، ولی دوستای من که اونجا زندگی میکردن میگفتن که اصلا هیچ یهو تعجب نکن، یا ممکنه برف بیاد. همیشه باید توقع برفو داشته باشی. دقیقا همینطوره. خب وقتی تابستون دلنگیزش هم باید کوتاه باشه. خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه، شاید دو ماهه. خیلی دو. من حتی باورتون میشه من سپتامبر اومدم کانادا، یعنی اومدم رسیدم رجاینا، بعد رفتم یه مال همون کورنوال که سیم کارت و موبایل بخرم، بعد دیدم که همه با شلوارک و تاپ و اینا، بعد من از ایران رفته بودم دیگه، بعد دوستان گفتم ببین اینجا تابستون کوتاهه، اینا تا میتونن، تو جایی که میتونن لباسای تابستونی میپوشن دیگه، تا زمانی که دیگه برف بیاد نشه. آره دقیقاً نشه دیگه. دقیقاً. حالا این فصل و سرما رو اگه بخوایم با اینجا مقایسه کنیم، اینجا یه درجه بهتر از اونجاست. اینجا از اکتبر سرد میشه، از نیمه دوم اکتبر، و برف هم نمیاد. یعنی حالا لااقل امسال و پارسال که من اینجا بودم تو اکتبر شاید یک بار برف بیاد، ولی برف خیلی کم و مثلا اونقدر سرد نیستش. واسه همین تابستونش هم بلندتره، یعنی از اون برم دیگه از می به بعد تقریبا هوا خوب میشه. من یادم پارسال نیمه می جوری بود که دیگه شما اصلا احتیاج به کاپشن و کلاه نداشتی وقتی بیرون میرفتی. آره از می تقریبا هوا خوب میشه و جون هم یه روزایی واقعا هوا گرم و خوبه، یه روزایی نه، یه ذره بهاریه، یکم خنکه، ولی جولای، آگست، سپتامبر کاملا هوا گرم و خوبه. یعنی سه ماهی قشنگ شما میتونی بری مثلا شنا بکنی و قشنگ هوا گرم خوبه. گرمش هم که مثل همون که شما میگی دیگه، به خصوص که اینجا چون به بادش هم معروفه و باد خیلی زیاد میاد، هیچ وقت گرم وحشتناک نمیشه، همیشه روی 25 درجه 24 درجه مثل اردیبهشت شمال میمونه هوای تابستون اینجا. آره البته که آفتابش داغه ها، یعنی شما الان شاید بچه ها فکر کنم با 25 درجه هوای بادی مگه تو آب میشه رفت؟ چون آفتابش داغه بله میشه رفت. میشه رفت. چقدر عالی، چقدر خوب. ساسکاچوان چیزی که وجود داره کوه اصلا شما نمیبینید توی این استان، فلات، یعنی باز خیلی خوبه. و اینکه مثلا چیزی که هست باد خیلی کمی داره و شرجی نیست. و خب این خیلی باعث میشه که وقتی سرده استخونت نسوزه، سرده، سرما رو میشه مثلا با پوشیدن اون باده خیلی وحشتناکش میکنه. درسته. این که شما میگی هست، مثلا ما همیشه فیلزلایکمون بالاتر از 7 دمای هواست. دیشب اینجا منفی 8 درجه بود، منفی 4 درجه بود، فیلزلایک منفی 12 درجه بود. یعنی اون باده همیشه سردش میکنه و واقعا روزایی که باد نمیاد هر چقدرم هوا سرد باشه میگه چقدر امروز هوا خوبه، چون باده نیست که نفوذ کنه تو تن آدم. دقیقاً. اینکه باد نداره خب میتونه حسنم باشه واقعا. عالیه. دقیقاً همینطوره. دقیقاً. از طرفی ولی تابستون اینجا اگه باد نیاد چون رطوبت بالاست اون وقت اذیت میشه. یعنی تابستونی که ما گذروندیم دو روز خیلی هوا گرم شد و اون دو روز باد نمیاد.
هی میگفتیم باده کجاست؟ اون باده که زمستون میامد کجاست؟ الان کجاست؟ واقعا اون دو روز هم روزه گرمی بود که یعنی من اگه کولر نداشتیم دیوونه شده بودم، چون من اصلا طاقت گرما رو ندارم بخوام تحمل کنم. این باده تابستون خوبه ولی خب زمستونم سخته، اذیت میکنه. آره اذیت میکنه. دیگه چی؟ دیگه میخواستم در مورد هزینه های دانشگاه بگم توی ساسکاچوان، و اگر شما یه ایده داشته باشین عددی برای مثلا استان نوواسکاشیا خیلی خوب میشه. چیزی که هست اینه که خب تحصیل با قیمت دلار الان یه کار خیلی مثلا لاکچریه، دردناکه. مخصوصا بچه هایی که الان میان، چون من که اومدم دلار 2600 تومن بود و الان نمیبخشمه. ولی الان خب خیلی عدد خیلی یعنی سخته به نظر من، خیلی سخته. ساسکاتون مخصوصا هم دانشگاه رجاینا و دانشگاه ساسکاتون دانشگاه خوبی هستن. حسنی که دارن هزینه تحصیل توی این دانشگاه ها ارزون تر از دانشگاه های تورنتو و ونکوور هست. برای دوره مستر و پیشتی خب هر ترم سه تا سمستر، هر سال سه تا ترم یا سمستره که میشه سالی حدوداً $10,000 برای مستر خوندن. مستر خب یه دوره دو ساله است، یه فوق لیسانس یه دوره دو ساله است که بچه ها میتونن خودشون زودتر درستشون رو تموم کنن و اینکه زودتر فارغ التحصیل بشن که هزینه کمتری بدن. من خودم 6 ترم رو 4 ترم تموم کردم که زود از شهر شهریه پرداخت کردن راحت بشن، ولی خب قابل مقایسه نیست با استان مثل دانشگاه های رایرسون، یافتی یا دانشگاه دیگه، مثلا توی کالج های دیگه تو تورنتو یا ونکوور که هر سمستر $7,000-$8,000 هستن. قابل مقایسه نیست این عدد، به خصوص برای کسایی که تحصیل رو یه راهی برای اومدن فقط میخوان داشته باشن و واقعا خود تحصیل صرفا براشون اونقدر مهم نیست. واقعا واسه چی باید انقدر هزینه زیاد بکنن؟ دقیقا. شما از هزینه های تحصیل توی نوواسکاشیا اطلاع دارین که هزینه ها چطوری اونجا؟ من خیلی دقیق نمیدونم، ولی خب حالا چون چند تا دوست دانشجو دارم یه موقعی تو صحبتشون شنیدم، فکر میکنم سالی 25,000 تا که خب شامل همون سه تا سمستر میشه که شما گفتی، یا یه موقعی سالی مثلا 20,000 تا اینطور است. ولی دانشگاه معروف اینجا دانشگاه دلهاوزیه که جزو یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کانادا است و رنکینگ بسیار خوبی داره. یعنی حتی رنکینگ این دانشگاه از بعضی از دانشگاه های خیلی معروفی که به گوش همه آشناست تو شهرهای بزرگ مثل ونکوور و اینا هم رنگ بهتریه. ولی خب شاید خیلی به خاطر اینکه اینجا کلا شهر شناخته شده نیست، این دانشگاه هم خیلی شناخته شده نیست. یعنی یکی از دوستای من که از اینجا پذیرش گرفته میگه اون موقعی که واسه من ایمیل اومد من اصلا اسم دانشگاه رو نمیتونستم بخونم، انقدر واسه من ناشناخته. ولی یه نکته خوبی که داره برای مقطع دکترا، دانشگاه دلهاوزی اومده اینترنشنال فی رو حذف کرده از پارسال و بچه ها دیگه اون فی اینترنشنال رو که یه چیزی بوده 10,000 تا این طوراست رو برای مقطع دکترا نمیدن و برای بچه های دکترا خیلی هزینه خوبی میشه اگه بخوان اینجا دکترا بخونن. بعد چند تا دانشگاه دیگه هم هست که مقدار اصلا میشه گفت این شهر دانشجویی. یه دانشگاه دیگه به اسم سنت مریز هست که اون هم بعد از دلهاوزی دومی دانشگاه خوبه اینجاست، دانشگاه معتبریه. اونم یه سری چیز داره، یه سری رشته‌های خاص داره که یکیش که مثلا خیلی معروفه رشته همین مثل آموزش زبان خودمون که تو ایران خوندیمه، که کسایی که معمولا ایران آموزش زبان خوندن و تدریس میکردن اگه بخوان ادامه بدن میان میرن این دانشگاه ادامه میدن. و بعد از اونم یه دانشگاه دیگه به اسم Mount Saint Vincent University و چند تا دانشگاه دیگه که دیگه حالا اونا شاید به این خوبیه دوتایی که گفتم نباشه. و چند تا هم کالج هست که کالج NSCC از همه کالجای توی اینجا معروف تره و واقعا مدرکش مدرک مورد قبولیه، هزینه هاش هم تقریبا هزینه های معقولیه و رشته های خیلی زیاده داره و بسیار شلوغه. میدونم که ویتینگ لیست های بسیار طولانی داره الان NSCC وقتی میخوام برش اقدام کنن، یه موقعی بچه ها 6 ماه حتی مجبورن توی لیست ویتینگ باشن تا مثلا بتونن اپلای بکنن پذیرش بگیرن.
چقدر عالی، چقدر خوب. چند وقت پیش ما یه پستی داشتیم در مورد استان نیوفاندلند، حالا به این در واقع لایو ما ربطی نداره ولی در مورد هزینه ها که صحبت کردیم، نیوفاندلند یه دانشگاهی داره که مموریات. آفرین، اصلا هزینه ما گفتم بازم برم درس بخونم. آره، مموریال جزو دانشگاه بسیار خوبیه که بچه هایی که واقعا میخوان هزینه کم کنن بهترین آپشنه براشون که برن اونجا. دقیقا $10,000 برای کل دوره PhD، یعنی به نظر من یعنی هیچی، دانشگاه آزاد خودمونم تو ایران ارزونتر داره. ارزونتره، دقیقا. آره، مموریال دانشگاه خوبیه و مموریال به خاطر شرایط نیوفاندلند که حالا جای خیلی شناخته شده ای نیست و خیلی دوست دارن که مهاجر رو به سمت اونور جذب کنن، خیلی هم راحت‌تر پذیرش میده. درسته. یعنی کلا من فکر میکنم این موضوع راجع به دانشگاه‌هایی که خیلی شناخته شده نیستن، ولی یعنی منظورم اینه که تو شهرهای کوچکتری هستن که خیلی شناخته شده نیستن، اون شهرها خیلی راحت‌تر و با شرایط شاید خیلی ایده‌آلی هم اگه نداشته باشن بچه‌ها میتونن ازش پذیرش بگیرن. چقدر عالی، چقدر خوب. مموریال خیلی، یعنی بچه‌ها که بندازن مموریال، بچه‌ای که میخوام بیان فقط نه که فقط اقامت بگیرن، درس بخونن با یه بودجه کمتر، خیلی آپشن خوبیه. خیلی. اتفاقا ما هفته شنبه جان تا هنوز زیاد شناخته نشده خوبه. دقیقا. تا گندش نده. اتفاقا شنبه هفته پیش ما با یه آقای به اسم رامین لایف داشتیم، ایشون نیوفاندلنده و یه مقدار از مموریال صحبت کردیم و اینا. ایشون هم همین دانشگاه رو نام برد و گفتش که حالا برعکس این فکر خیلی ها فکر میکنن اینجا نمیشه زندگی کرد، قدیمیه، چه میدونم شناخته شده نیست، کوچیک، سرد، برف سنگی داره، ولی واقعا زندگی غیر ممکن نیست. همون چیزی که شما گفتی، واقعا استانداردهایی که باید یه جا واسه زندگی داشته باشه همه جای کانادا داره. ولی خب مسئله اون تنوع است و البته حالا باید آدم واقع بینانه هم نگاه بکنه دیگه. حالا درسته که برف میاد واقعا سیستم مختل نمیشه و زندگی جریان داره، ولی به هر حال زندگی در زمانی که برف اومده با زمانی که بارون میاد و زمانی که آفتاب فرق میکنه. خب اونجا واقعا سرده، واقعا برفش خیلی بیشتره. پارسال اصلا انقدر برف اومده بود، دیدم شما اخبار پارسال میدیدینش، میداد که در خونه هاشون باز نمیشد، در وا میشد برف بود، اصلا چیزی نمیدیدی بیرون. خب اینا رو هم داره، ولی بالاخره واسه کسی که بخواد از ایران با شرایط سخت الان اونجا بیاد با وضعیت دلار و هزینه‌های خیلی زیاد تحصیل، به نظر من همه اینا ارزش داره که یکی بخواد اینقدر هزینه کمتر بده ولی اینا رو هم به جون بخره. موافقم، همینطوره. ساسکاچوان حالا حسنی که داشت، البته این پروگرامی بود که داشت و برداشت، یعنی زمانی که من رسیدم برداشت، این بود که اینترنشنال استودنت پی اچ دی استریم داشت، یعنی که شما به واسه اینکه وارد پی اچ دی میخوندی اونجا، 2 سال از تحصیلت که گذشته بود میتونستی برای اقامت اقدام کنی و اینکه بعد از فارغ التحصیلی مدرک اقامتت هم دستت بود. خب پی اچ دی رو، این پی اچ دی استریم رو برداشت، ولی برای مهاجرت الان یه کاتگوری داره به اسم اینترنشنال استودنت، بچه‌هایی که در واقع از ساسکاچوان فارغ التحصیل شدن و حالا تو دوره دانشجویشون کار کردن، هر کاری، اصلا تیم هورتون کار کرده باشن ولی 6 ماه کار کرده باشن، فول تایم کار کرده باشن، خب اون به اون 6 ماه امتیاز میده و فارغ تحصیل ساسکاچوان باشن، 6 ماه کار کرده باشن در زمان دانشجوییشون و جاب آفر داشته باشن. جاب آفر به معنی اینکه فقط یه آفر داشته باشن که الان کار گرفتن، کارشون هم حتما نباید تخصصی مربوط به رشته خودشون باشه، میتونن مثلا سوپروایزر یه فروشگاه باشن، میتونن اپلای کنن برای اقامت و این خب حسن خیلی خوبیه که در واقع بتونن درس اونجا بخونن و فارغ التحصیل بشن و اقامتشون رو بگیرن. ولی خب چیزی که وجود داره اینه که یکم اوضاع کار اونجا یکم سخته، یعنی کار پیدا کردن یکم مشکله و این همین دلیلی بود که من فارغ التحصیل شدم از دانشگاه رجاینا و خیلی دنبال کار گشتم. بودن 2-3 ماه بود دنبال کار میگشتم، کار پیدا نمیکردم و استاتوسم هم از دانشجویی تغییر کرده بود به ورک پرمیت، به ویزای کار، و خب نمیخواستم ورک پرمیت هم خیلی ازش بگذر اکسپایر شه، مجبور شدم که موو کردم تورنتو و خب اینجا کار پیدا کردم. چیزی که نمیخواستم از شما بپرسم اینه که آیا استان نوسکاشی ها شرایط این مدلی برای دانشجو داره؟ اصلا مثلا میشه در مورد صحبت کنیم؟ نوسکاشی ها خب یه برنامه استانی داشت که خودش 2 تا کاتگوری داره،
یه کاتگوری A که کسی که بخواد اقدام کنه بیاد حتما باید جاب آفر بگیره، که واقعا گرفتن جاب آفر برای کسی خارج از کانادا کار راحت و خیلی محتملی نیست، که خب ما همیشه میگیم که خیلی به اون دل نبندن بچه‌ها. یه کاتگوری B وجود داشت که تحت در حقیقت زیر مجموعه اکسپرس انتری بود و یه کسایی مثل من از طریق همون برنامه اسکیل ورکر یا ایندمند اکیوپیشن یا کد های اینا که شغلی مورد نیاز استان میتونستن اقدام بکنن و بعد نامینیشن استانی بگیرن و بعد وارد سیستم فدرال اکسپرس بشن و از اون طریق با پی آر بیان، که خب مثلا من این شکلی اومدم. کاتگوری B که به این شکل از نوامبر 2018 پاز شده، برنامهش فعلا متوقف شده و معلومم نیست کی باز بشه. خیلی هم دارن جدیدن بچه‌هایی که دور و برم هستن احتمال میدن که دیگه این برنامه باز نشه و تنها امیدی که برای بچه‌ها میمونه اونایی که سیستم اکسپرس انتری رو پروفایلش رو ساختن دارن، اعلام علاقه‌مندی به این استان کردن و اگر که کد ناکشون مورد نیاز استان باشه احتمال این وجود داره که خود سیستم اکسپرس، یعنی استان از طریق سیستم اکسپرس به پروفایل ها دسترسی داره و برای بچه ها دعوتنامه استانی بفرسته. که اتفاقا حالا یه خبر رو صبح میخوندم 16 ژانویه امسال ظاهرا یه تعداد دعوتنامه از سمت استان نووسکوشیا برای بچه هایی که پروفایل اکسپرس انتری داشتن ارسال شده توی یه سری کدهای ناک خاص که بیشتر امور مالی، مربوط به امور مالی بوده و این نشون میده که هنوز با اینکه برنامه‌های خود استانی به صورت مستقیم بسته است، کسایی که پروفایل اکسپرس دارن و امتیازشون به اون رقابت سنگین اکسپرس نمیرسه باز میتونن یه امید داشته باشن. در کنار این شبیه اون برنامه که شما گفتین یه برنامه اتلانتیک پایلت وجود داره که مربوط به حوزه منطقه اتلانتیکه، که خب مثلا نووسکوشیا جزء همون منطقه اتلانتیک حساب میشه. خودش دوتا کاتگوری، دوتا زیر مجموعه داره. یکی مال اینترنشنال استودنتس هستش، یعنی بچه‌هایی که میان اینجا توی منطقه اتلانتیک که حالا نووسکوشیا یکیش هست درس میخونن، بعد از اینکه درسشون تمام بشه اگر از اینجا همون جاب آفری که شما گفتین رو بگیرن میتونن در حقیقت از طریق برنامه اتلانتیک برای پی آر اقدام بکنن و اقامت بگیرن. منتها کد ناکی که باهاش میخوان اقدام بکنن و بعد براش جاب آفر بگیرن کدهای ناک خاصی هست، فکر میکنم A, B و 0 باشه، یعنی هر کد ناکی رو نمیتونن باهاش اقدام بکنن برای پی آر. و یه زیر مجموعه دیگه‌ش هم برای کسایی هستش که اینجا جاب آفر میگیرن از یه کارفرمایی و در حقیقت کارفرما میگه که من ایشونو میخوام اینجا داشته باشم برای من کار بکنه و از طریق اون جاب آفر اقدام میکنم برای گرفتن پی آر. این سه تا برنامه است دیگه، فکر نمیکنم دیگه برنامه دیگه وجود داشته باشه. عالی. ساسکاچوان هم تقریبا همینا رو داره، اکسپرس انتری داره و اکوپیشن این دمند داره. فقط چیزی که بود این که من یادم سال 2017 یه لیست خیلی مختصر و مفیدی داشت از رشته هایی که میخواست، ولی الان فکر میکنم 130 تا رشته مختلف رو میخواد، از روانپزشکی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، تو حوزه پزشکی، پرستاری، حوزه آموزش، معلم، مربی مهد کودک، حسابدار، یعنی این رو داره هی توسعه میده تا اینکه نیروهای متخصص بیشتری رو جذب کنه. فقط همونطور که شما فرمودین چیزی که هست که یه دوره داره اینکه ساسکا پرونده رو بررسی میکنه و به محض اینکه بررسی کرد پرونده رو میده فدرال بررسی میکنه و این پروسش یکم طولانی تر از روش اکسپرس انتریه و حالا مخصوصا تو دوره کرونا که کلن یکم کارا اسلو شده، ولی یکم طولانی تر از اکسپرسه. ولی خب برای کسایی خیلی خوبه این روش ها، که مخصوصا اکوپیشن این دمند که کسی رو دارن ساسکاچوان زندگی میکنه، چون اگر فامیلی داشته باشن بهشون امتیاز میده. بله همینطور. و نمره زبانه مثلا برای اکسپرس انتری شما باید مثلا CLB 9 رو بگیرین، ولی میشه اونجا با حداقل مثلا نمره با 5.5 آیلتس هم برای OID اقدام کرد، مثلا با آیلتس هم میشه اقدام کرد، که خب این خیلی خوبه، خیلی حسنه. البته حالا چون شما اینو گفتیم من یه توضیح بدم که برای بچه‌ها سوء تفاهم نشه، چون میدونم برای خیلی شاید سوال بشه. اینی که بچه‌ها با نمره زبان پایین‌تر میتونن اقدام بکنن و پروفایل بسازن به این معنی نیست که میتونن دعوتنامه هم بگیرن، چون سیستم رقابتیه، هر کس نمرش بالاتر باشه و امتیازش هم قاعدتاً بالاتر باشه میتونه دعوتنامه بگیره.
ولی خب به قول شما اون نکته خوبش تو اون نمره زبان هم مینیمم هم ماکسیمم که شما برای اکسپرس انتری الان حداقل باید سی ال بی 9 بگیری، ولی تو سیستم ساسکا شما حد اکثر سی ال بی 8 لازم دارین، یعنی اگر سی ال بی 8 به بالا سی ال بی 10 هم بگیری امتیاز سی ال بی 8 رو بهت میده. خب کار آدم راحت تر میشه اینجوری. دقیقا همینطوره. ولی خب دیگه هر روشی یکم یعنی سختی های خودشو داره. ولی یه چیزی که من میخوندم توی این آگهی ها توی پیجای مختلف این که توضیح میدن در مورد مهاجرت به کانادا بدون مدرک زبان. حالا شنیدی جدیدن؟ نه بذار من بهت بگم، بدون مدرک زبان کارم بهتون میدیم، با جاب آفر بیاین یه خونه کوچیکم بهتون میدیم، هزینه‌شو ماهانه ازتون کم میکنیم. باور میکنی؟ بهشت برین اونجا کجا؟ من نمیدونم چرا این شرط واسه ما که پیاری مهیا نیست. همینطوره. چی میشه؟ چطور میشه؟ چطور؟ چطور میشه؟ نه اصلا همچین چیزایی نیست. و خب این که در واقع من بهش میگم کلاهبرداری های مهاجرتی، به خاطر اینکه فقط بچه ها رو تشویق کنن که باشون قرارداد ببندن و برای بستن قرارداد هم یک سوم مبلغ رو دریافت میکنن. بعدش اینکه حالا شما تازه اعلام میشه که برو مدرک زبان تو بیار، اینو بیار، اونو بیار، و اینکه کلا خسته و دستمون هم به هیچ جا نمیرسه. اون یک سوم هم دیگه پیش پرداخت بوده و شما بود و دنبالش پوله. تمام شد و رفته. تمام شد. فکر کنم بعد نیست راجع به هزینه اجاره خونه توی ساسکاتوان هم صحبت کنیم. خیلی خوبه. خب خونه هایی که سویت هستن، ما تو ایران بهشون گفتیم سویت، توی سالا کانادا بهش میگن بچلر یا اینکه استودیو. بچلر یا استودیو بهش میگن، که خب یه دونه در واقع آشپزخونه است و یه سال یه حال هر چی که هست که اتاق خواب و همه چی هم توش هست. آپارتمان های یه خوابه دو خوابه، یعنی اتاق خواب جدا نداره. نداره دقیقا، یعنی که هاوس هستش. خب قیمت بچلر ها به خاطر اینکه متقاضیایی که سینگل هستن مجرد هستن خب نمیرن سراغ یک دو خوابه، حالا سراغ یک خوابه میرن ولی سراغ دو خوابه نمیرن، واسه همین یکم رقابت هست. فکر میکنم تو همه شهرها قیمت بچلر و یک خوابه یکم بالاتره نسبت به مثلا دو خوابه. ولی کلا توی ساسکاچوان خیلی قیمت خونه ها مناسبه، قیمت اجاره مناسبه. من زمانی که رفتم اونجا یه آپارتمان یه خوابه گرفتم مثلا $800. خب خیلی خوب بود، منطقی بود و خیلی بچه‌ها هستن که شیر میکنن با هم دیگه، مثلا یه دو خوابه میگیرن یا یه خوابه میگیرن با هم دیگه شیر میکنن، حدودا $400-500 ماهانه براشون بیشتر نمیافته برای دانشجویی. ولی برای خانواده هم مثلا $900-800 میتونن یه خوابه اجاره کنن. من چند روز پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفت من دو خوابه گرفتم $1000. یعنی قیمت ها خیلی قیمت ها مناسبیه و اینکه حالا به ریال تبدیل میکنیم بالاست، منظورم این نیست. اونو که شما آدامسن به ریال الان تبدیل کنی بالاست، اونو ولش. ولی اینکه خب قیمتش نسبت به استانای دیگه خیلی مناسبه، خیلی منطقیه، مناسبه. حتی نسبت به اینجا که ما هستیم هم مناسبه، چون اینجا من فکر میکنم استودیو زیر $900-1000 نشه پیدا کرد. خونه، البته اون نکته که شما گفتین که خونه یک خوابه از دو خوابه شاید یکم گرون‌تر بشه، اینجا من تجربه‌ام اینو نمیگه، دو خوابه گرون‌تر از یک خوابه است. خونه های یک خوابه هم دیگه فکر کنم از $1200-1300 به بالا تا مثلا حالا $1500-$600-$700، خونه دو خوابه از $1800 تقریبا. البته من اینا رو برای یه خونه مثلا جای خوب شهر، خونه ترتمیز خوب میگم، چرا، وگرنه خونه های خیلی قدیمی تر یا بیسمنت و اینا وجود داره که قیمتشون پایین تر باشه. و حالا یه چیزی هم که هست، خیلی خونه های اینجا یه خواب نیستن، یعنی اینجا خونه یه خواب کم پیدا میشه و خیلی از خونه ها دو خوابن یا خیلی از خونه ها وان بدروم پلاس دن هستن، که دن به اتاق خواب گفته میشه که پنجره به بیرون نداره، که معمولا خونه هایی که اینجوریان قیمت خونه با اینکه از نظر ما دو تا خواب حساب میشه ولی اندازه خونه دو خوابه گرون در نمیاد، از یه خوابه یک کوچولو شاید بیشتر بشه و واقعا به صرف است به نظر من. ما خودمون خونمون اینجوریه و واقعا اون دنه کار استوریج یا انباری رو برای ما انجام میده دیگه، ما لازم نبود دوباره یه انباری هم جداگانه بگیریم، چون اینجا اینجوریه شما برای پارکینگ جداگانه پول میدی، برای انباری جداگانه پول میدی، اینا رو اجاره نیستش.
ولی خب میگم اینجا خونه یه خوابه سختگیر میاد و علت اینکه ما هم پلاستین گرفتیم بود که اصلا یه خوابه نبود که بتونیم بگیریم، یعنی یا باید دو خوابه میگرفتیم یا اینی که الان گرفتیم. درسته. پس قیمت خونه اونجا هم بالاه نسبت اینجا هم بالاست. البته اینجا قیمت خونه خیلی پایین تر بوده، مثل اینکه تو این دو سال اخیر اینجا ترکیده، انقدر که مهاجر اومده و انقدر که خونه خریدن، انقدر چینی اومده با پول کش و قیمت ها رفته بالاتر که اینجا میگن مثلا تا پیار سال قیمت اجاره ها و قیمت خود خونه ها حتی برای خرید یک سوم چیزی که الان هست بوده، مفت بوده. ولی الان اینجور نیست. الان مثلا من میدونم، مثلا میگم خونه ای که من الان توش نشستم دارم هزار و مثلا $500 در ماه میدم، همه خونه رو اگه تو تورنتو بخوام بگیرم توی همچین موقعیت سوق الجیشی شهر باید مثلا ماه $3,000 بدم، بازم خب خیلی پایین تره. ولی این مبلغ میتونست قبلا باز خیلی کم تر از این که الان هست باشه. درسته، همینطوره، دقیقا همینطوره. ولی خب الان من تورنتو برای یه خوابه میشه حدود $2,000 یه جایی که حالا منطقه ایرونیه، ولی خب همینه نسبت به ساسکاچوان خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی به نظر من کسی اگه بتونه اونجا کار پیدا کنه عالی میتونه پول پس انداز کنه، یعنی کوتاهی میشه از یه چیزی هم که اون اوایل خیلی ما رو هول داد به سمت اینکه اینجا بمونیم. خب خیلی به ما گفتن شما پیار دارین چرا نمیرین جای دیگه. یکی از علتاش هم واقعا این بود، چون من خیلی از این برنامه میشنیدم که زندگی کردن تو شهرهای کوچیک‌تر مثل ساسوا یا مثل اینجا میتونه یه سکوی پرتاب خوب باشه که شما یه پولی پس انداز بکنید. واقعا الان شاید بچه‌ها تو ایران $1,500 یا $2,000 رو اون درکی که من و شما ازش داریم و اونا نداشته باشن. شما الان میگی $2,000، من میدونم که $2,000 پول اجاره دادن خیلی پول زیادیه. درست. و تفاوتش با 1500 تایی که من دارم میدم خیلی زیاده. 500 تایی نیست، خیلی زیاده. میدونی چی میگم؟ واقعا واسه بچه‌ها این یه پوینت خیلی مثبته که اگه بتونن از شهر کوچیک‌تر شروع بکنن، واقعا یه به قول شما پسنداز بیشتر و دغدغه‌شون اول کار که با یه بودجه محدود میان کمتره، به خاطر اینکه با اگر کار دیرتر پیدا کنن میدونن پولشون ماندگاری بیشتری براشون داره. درسته، همینطوره. جمعیت شهر هالیفاکس رو حدودا 900 و یه میلیون نفر خیرشو بزنید. عالیه. کل فقط شهر هالیفاکس نوید هالیفاکس من از اتاق فرمان اطلاعات بگیرم. نوید فقط هالیفاکس یا نووسکوشیا؟ کل نووسکوشیا، استان نووسکوشیا یه میلیون نفر تقریبا، مثل رجای مثل ساسکاچوان. اینجا هم کوچیکه. شما ما گفتیم مثلا کل شهر رو میتونستی 20 دقیقه بگردی، واقعا اینجا هم همینه. کل شهر رو، کل شهر هالیفاکس رو تو مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه دورش رو میتونی با ماشین بزنی بگردی، ولی خب خود استان بزرگه دیگه. درسته، درسته، خیلی خوب. از لحاظ نشنالیتی مثلا بیشتر مثلا از کدوم کشور تو هالیفاکس تو استان نووسکوشیا زندگی میکنن؟ اینجا عرب زیاده. یه علت، یه بخشی از زیاد بودن عرب ها به خاطر اون پناهنده های سوری هستن که به خاطر جنگ اومدن. یه بخش دیگه چینی هستن، پولدارای چینی. بله. که دستشون درد نکنه من خیلی توضیح ندم، بهتر چون ممکنه فوش بدم. بعد یه بخش دیگه هم هندی ها هستن، هندی و پاکستانی زیاده، که البته هندی شاید اونقدر زیاد نبود، توی این 3-4 ماه اخیر خیلی هندی زیاد شده و خیلی هاشون از تورنتو اومدن به دو علت. یکی به خاطر همون برنامه اتلانتیک پایلتی که گفتم به پی آر خط میشه، اومدن که اینجا بتونن جاب آفر بگیرن، از طریقش پی آر بگیرن. و دو هم این که خیلی ها به خاطر اینکه اینجا وضعیت کوویدش بهتر بود و ما دیگه لاکدان نبودیم و همه چیز عادی بود، خیلی ها به خاطر این موضوع از شهرهای مختلف اومدن اینجا موندگار شدن، چون دیگه به اینجاشون رسیده بود بنده خدا. الان خب میگم هندی و پاکستانی هم خیلی زیادن. ایرانی هم اینجا هست، ولی واقعا حالا چون کلا جمعیت نسبت به مساحت اونقدر زیاد نیست، خیلی کم پیش میاد که شما توی فروشگاهی بری یا جایی بری که ایرانی مثلا ببینی، یا اگه میبینی هم شاید یکی دو تا مثلا از دور ببینی، اینجوری که چون من شنیدم تورنتو اینجوریه که اصلا ایرانی میبینی. شما هم دوستم از اینجور از اون تورنتو میگفت اصلا
میرم تو مغازه اول فارسی حرف میزنم، اگه جوابم نداد انگلیسی حرف میزنم. دقیقاً همینطوره. شما میتونید با تلفن صحبت میکنی، بغلیت رد میشه جواب تلفن شما رو میده. نه اینجا اصلا اینجوری نیسته. دقیقاً. خب خیلی هم خوبه. حالا چیزی که هست توی ساسکاچوان، کامیونیتی ایرانی خیلی کوچیک بود ولی الان داره رشد میکنه. یه حالا فیسبوک هست، پیج اینستاگرام هست، بچهای یوریس، اگر بچه‌ای که دارن میخوان به ساسکاچوان دنبال این هستن که دوست پیدا کنن، میتونن یوریس رو توی فیسبوک یا توی یوریس U-R-I-S بله، University of Regina of Iranian Society یه همچین چیزی میشه، یوریس میشه. که خب بچه ها ایونت ها رو مثلا شب یلدا، سال نو توی هتل های خوب توی شهر میگرفتن و اینکه جشن میگرفتن و خب شهردار رجاینا میومد و خیلی چیز جالبی بود. خیلی پانی خوبیه اینکه هموطن ها رو بتونیم ببینیم با قیمت های خیلی مناسب، میتونستیم بلیط تهیه کنیم و شرکت کنیم. این خیلی با ارزشه فکر میکنم، پس چنگای آدم هموطن ها رو بتونه اونجا ببینه. در مورد امنیت ساسکاچوان من بگم، من قبل از اینکه بیام رجاینا سرچ میکردم، میگفتن که خب یه شهریه که آمار خلاف و جرم و جنایت و همه چی خیلی بالاست، یعنی خیلی خلاف بالاست. چه جاله سرچ کنین الانم میگن که آمار جرم و جنایت بالاست. حالا چرا میگن افراد خب فرست نیشن ها؟ خب بعضیشون خیلی آدم های تحصیل کرده یعنی حتی توی گاورمنت جاب دارن، پوزیشن دارن، ولی یه بخشایی از دانتان رجاینا، از همه شهر دانتانشون یه ذره آدم به حواسشون بیشتر جمع کنه، یه بخشایش هستن که مثلا افراد فرست نیشن هستن، یه سری فرست نیشن هایی که حالا مواد استفاده میکنن، خیلی الکل مصرف میکنن، اونجاها ترجیحاً بچه ها خونه نگیرن. سرچ کنن توی اینترنت اونجاها ترجیحاً خونه نگیرن، ولی بقیه جاهای رجاینا و کانادا خب امنیت هست و من به عنوان خانمی که تنها اونجا زندگی میکردم واقعا حس میکردم که خب امنیت دارم. شما 12 شب میگم از دانشگاه میومدم اوکی بود، حتی پیاده. و خب این که 911 تلفنی هستش که شما میتونید هر لحظه اگر مشکلی پیش بیاد به پلیس زنگ بزنید و سریع عمل میکنن. میخوام بگم بچه ها این اخباری که میخونن توی سرچ میکنن اونا رو میتونه درست باشه ولی جامعیت ندن به همه جا. بله نگران نباشن، به نظر من امنیت خوبی داره همه جای کانادا و رجاینا و ساسکاتون هم همینطور. دقیقا اینجا هم همینطوره. حالا اینجا رو البته بچه ها سرچ کنن عکس اون چیزی که راجع به رجاینا میشنون و بهش میرسن که اینجا امنیت بسیار بالاست. دقیقا. و واقعا هم همینطوره، یعنی من با چند تا کانادایی تا حالا صحبت کردم و حتی ایرانی های قدیم اینجا که سابقه مثلا 10 سال 15 سال زندگی تو تورنتو رو داشتن بعد اومدن، همشون متفق القول میگن که اینجا بهترین جا برای فامیلی ریزه، برای بزرگ کردن بچه هاست، به خاطر اینکه بسیار امنیت بالایی داره. یکی از دوستام که کاناداییه میگفت من اینجا اگه بچه‌م گم بشه خیالم راحته که نرم دنبالش، پلیس بچه‌مو سالم میاره. و مثلا خب این خیلی حسنه. اما همینجاش هم پارسال یه تیراندازی شد، یه دیوونه افتاد تو خیابون دادادادادا همه رو زد کش. خب پیش میاد و از طرف یه منطقه از شهرم هست بین حتی فاصله مثلا دو تا خیابون اصلی که جایی که بیشتر هوملسا و بلی. افراد اینجوری زندگی میکنن و خب اونجا محل جالبی برای حالا شروعش که آدم خیلی شناختی نداره بخواد بره خونه بگیر زندگی میکنه نیست، که آدم با یه تحقیق ساده میتونه پیدا بکنه اینجور شهر. من یه خاطره از یکی از دوستان و شهر هلیفکس بگم. بچه ها مثل شما اقامت گرفته بودن، اومدن هلیفکس و اینکه خب پول دلار هم روشون بوده توی کیف پولشون، میخواستن برن بانک و این پول از دستشون کیف پول افتاده بوده، توی مثلا کیف پول کوچیک بوده از دستشون افتاده بوده. خب عدد خوبی بوده، 10,000 دلار بوده که میخواستن برن بانک و خب نگران این که خب گم کردن دیگه. از بانک برگشتن تا متوجه شدن تو مسیر و خب کیف پولشون روی زمین بوده، کیف دست نخورده. میدونین چی میگم؟ ولی خب میدونم چی میگی. این خیلی خوبه به نظر من. خیلی نمیشه بگیم ایران همچه اتفاقی نمیفته، تورنتو هم اگر که همچه اتفاقی همچه چیزی باشه مثلا شما دیگه بعد خوابش رو ببینین، خواب پول رو ببینین. آره نه اینجا همینطور. یه چیز جالب شما میگم، یه کانال اینستاگرامی وجود داره به اسم هلیفکس نویز که اخبار هلیفکس رو میگه، اتفاقاتی که در لحظه میفته. خیلی موقع ها لاسن فاوند میذاره، چیزی که گم شده و چیزی که پیدا شده، یا چیزی که گم شده آگهی میدن که اگه پیدا کردیم مثلا کجا تحویل بدیم.
تا سویچ ماشین، تا یه چیزای ریز، یه چیزایی که مثلا ممکنه اصلا جنبه مادی، ارزش مادی نداشته باشه، فقط صرفا مثلا یادگاری واسه کسی از لحاظ اینکه یادگاری عزیز باشه، اینو میذارن و پیدا میشه صاحبش میگیره. یعنی اینقدر همینی که شما میگی هیچ کس دست نمیزنه، میدونن صاحبش برمیگرده. درسته، همینطوره و این خیلی عالیه. به نظر من برای ماهایی که از ایران وارد میشیم و دوست داریم که فرهنگ کانادایی ها رو بیشتر یاد بگیریم، این شهرهای کوچیک فرصت خیلی خوبی هستن. خیلی واقعا خیلی. اصلا اون اولش که میای انقدر دغدغه داری و حالا چیزای مختلف دلتنگی اینا هست، این نکات مثبت اینجوری انقدر به چشت میاد که دلگرمت میکنه واسه موندن. مثلا من که اینجوری بود، اینی که شیشه ماشینم پایینه، میرم برمیگردم ماشینم سالمه، کسی دست نزده، در یادم رفته قفل بکنم کسی در رو وا نکرده، تو ماشینم یه کیسه است کسی شیشه رو نشکونده ببینه تو کیسه چیه. میدونی اینا همه واسه ما دلگرمیه، به خصوص ما که از شهر بزرگ خیلی چیزی اومدی، واقعا یه آرامش خاطر خوبی با خودش میاد. همینطوره. اگر که موافق باشی در مورد بیمه درمانی هم صحبت کنیم توی ساسکاچوان. به محض اینکه شما وارد میشید، در مورد من در مورد ویزای تحصیلی، ویزای کاری و اقامت صحبت میکنم، روی ویزای توریستی هیچ صحبتی ندارم چون ویزای توریستی کل کانادا یکیه. ویزای تحصیلی، ویزای کار و اقامت، شما به محض اینکه وارد میشین میتونین به در واقع برای هلت کارت اپلای کنید، کارت سلامتتون رو بگیرین بچه‌ها، و اینکه اون هزینه نداره، کاملا رایگانه. این خیلی خوبه. چرا مقایسه میخوام بکنم؟ به عنوان مثال شما تو بعضی از استانا میدونم که گرفتن این کارت سلامت ماهانه هزینه داره، ولی خب ساسکاچوان رایگانه. تو تورنتو بچه هایی که حتی ویزای کار دارن، تا زمانی که کار فول تایم نداشته باشن نمیتونن این کارت سلامت رایگان رو دریافت کنن. خب این مثلا خب خیلی هزینه است. شما اگر که بخواید برید پرایوت اینشورنس بخرید، ماهانه 70-80 دلار هزینه اون میشه و یکم بالاخره یه چیزی در واقع بالاتر از هزینه های معمول. و این هم جزء امکانات خوبیه که دولت ساسکاچوان به مهاجرا میده. خیلی خوبه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم خب کسایی که با PR میان که همون اول از روز اول که وارد میشن تحت بیمه دولتی قرار میگیرن و خب رایگانه. کسایی هم که دانشجویی میان همون کارت رو میگیرن، ولی خب حالا توی یه زیرمجموعه دیگه قرار میگیره که بازم متفاوت، یعنی خیلی فرقی با اینی که ما داریم نمیکنه دیگه، اونم هزینه هاشون رایگانه. خیلی هم عالی. خیلی هم دندون پزشکی رو نداره دیگه، اینو که میدونم. بله دندون پزشکی جزوش نیست و معمولا دندون پزشکی رو، حالا شاید بچه ها بخوام بدونن که چه جوری میشه داستانش، اگر شما کاری پیدا بکنید که پرمننت باشه، یعنی دائمی اونجا مشغول به کار بشید، احتمال اینکه کارفرما یا اون شرکت شما رو بیمه تکمیلی بکنه که شامل خدمات دندون پزشکی هم بشه خواهد شد. ولی خب خیلی بستگی به اون کار داره، به اون شرکت داره. معمولا مثلا شما اگه به کار جنرال بگیرید تو مثلا فروشگاه، فکر نمی کنم حتی اگر پرمننت هم باشید همچین شرایطی به شما تعلق بگیره. مال کارهایی که دیگه نسبتا تخصصی باشه و مثلا کار دائمی شما باشه که درسته. همینطوره. در مورد هزینه خورد و خوراک هم فکر میکنم که تو همه جای کانادا، خب چون برندها تقریبا شبیه هم، به عنوان مثال چون هم کاسکو، والمارت، شاپرز دیگه، سوپر استور، حالا نمیدونم توی هالیفکس چه برندی هستم، توی ساسکاچوان سیف فود رو داشتیم که خب خیلی کوالیتی خیلی خوبی داره، سوپر استور رو داشتیم، نو فریلز رو داشتیم و کاسکو. و خب تقریبا مقایسه که میکنیم میبینیم که قیمت هاشون یکی هن. تنها فرقی که میکنن بر اساس، چون این فروشگاه بر اساس محلی که در واقع وجود دارن، اگه مثلا توی محله ایتالیایی باشن خیلی محصولات ایتالیایی رو میارن. الان من اینجا نزدیکم تو تورنتو، خب بیشتر محصول دوغ، نمیدونم هر چی، محصولات ایرانی رو شما تو فروشگاه کانادایی میتونید پیدا کنید به خاطر بله به خاطر اینکه کجا وجود داره، ولی قیمت هاشون تقریبا یعنی همه جا یکیه، فرقی نمیکنه. یعنی تورنتو واسه من هرچی نداشته باشه از لحاظ شکم و بازی های من خیلی جای خوبیه. دقیقا همینطوره. زنگ میزنیم میگیم برو سبزی بیاری. ببین ولی پرسا اینجا اینجوری نیستا. اینجا
هزینه گروسری مثل میوه سبزیجات و اینا که از تورنتو گرونتره، اصلا بیفور تکس، کاری به تکس ندارم، یعنی دوستای ما که اونجا زندگی کردن اومدن اینجا میگن اینجا گرونتر میوه سبزیجات. و حتی فروشگاه ها و مواد غذایی توی فروشگاه مثل همون کاسکو هم که شما میگی، من قیمت مثلا چند تا قلم جنس توی کاسکو تورنتو و اینجا رو با هم مقایسه کردم، با هم متفاوت قیمتاشون، یکی نیست. آره یکم قیمت گذاری هاشون متفاوته. حالا روی گوشت و مرغ خیلی نمیتونم نظر بدم چون اونقدی شاید تفاوت نباشه، اما روی میوه و سبزیجات میدونم که اینجا قطعا و حتما از تورنتو گرون تره. اینو نمیدونستم. اتفاقا توی تورنتو به عنوان مثال، مثلا چه میدونم، فروشگاه مثل مترو هست، مثل فرشگو هست، بعضی فروشگاه هستن که کوالیتیشون یکم پایین تره، قیمتشون هم پایین تره، ولی خب بعضی فروشگاه هستن خب کوالیتیشون خیلی خوبه و قیمتشون هم نسبت به جای دیگه بالاتره. ولی از لحاظ برند هایی که وجود دارن تقریبا همه استانا مالا برند های مشابهی رو دارن فروشگاه. آره دقیقا همینطور. بعد دیگه در مورد هزینه رفت و آمد میتونم در مورد ساسکاچوان بگم که مثلا کارت اتوبوس توی ساسکاچوان ماهانه فکر کنم 80 دلاره برای دانشجوها، ترمی هر ترم تحصیلی 80 دلاره، یعنی میشه ماهی 35 دلار که خب خیلی خوبه و خب قابل مقایسه نیست با مثلا هزینه رفت و آمد توی شهرهای بزرگتر، بنظر خیلی ارزون تره توی ساسکا. حالا یه چیز راجبش تجربه خودت بپرسم، راضی که از ساسکا رفتی تورنتو؟ واقعیتش اگر که بچه ها پستای منو در مورد پستای ما رو در مورد ساسکاچوان بخونن، نه که من احساس قلبیم به ساسکاچوان چجوریه، یعنی من واقعا دوستای خیلی خوبی داشتم روزی که از ساسکاچوان موف کردم اومدم تورنتو، باورتون نمیشه. مثل این بود که از اون لحظه روزی که از ایران اومدم کانادا، یعنی همین حس رو داشتم به خاطر اینکه خیلی دوستای خوبی پیدا کرده بودم، ایرونی بودم ولی دوستای کانادایی خیلی خوبی پیدا کرده بودم، واقعا عالی بود. و اگر من توی اون شهر میتونستم کار پیدا کنم حتما اونجا میموندم، ولی چاره ای نداشتم جز اینکه بیام یه شهر بزرگتر که اولویتم اقامتم بود، یعنی اولویتم احساسم بیام یه شهر بزرگتر. و دیگه شما وقتی جابجا میشی میای دوباره داری خونتو میسازی، برگشتن یکم سخت میشه، مخصوصا اینکه شما حالا دیگه امکانات تورنتو رو هم میبینی، مثلا حالا الان هیچ مثلا به خاطر کرونا هیچ مناسبتی نیست، ولی قبل از کرونا خب خواننده‌های مختلف میومدن، کنسرت ها بود، هم فروشگاه ایرونی هموطن، خب بیشتر حس خونه آدمو وسوسه میکنه بموندن. میدونم همینطوره. آره یه سوال دیگه، شما توی ساستا دنبال کار گشتین یه تایم قابل قبول کار پیدا نکردین، چون اینکه بر اساس حالا یه تایم کوتاهی تلاش و موفق نشدن به این نتیجه رسیدی که بعد بری تورنتو؟ من دو سه ماه توی ساسکاچوان قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم، من اپریل 2018 فارغ التحصیل شدم، دو سه ماه قبل شروع کردم به رزومه فرستادن، به عنوان فول تایم میفرستادم و میگفتم گریجویت شدم، میخواستم تست کنم ببینم مارکت چه خبره. بعد دیدم که نه اصلا اینکه بنی مثلا حتی یه تلفنم نمیشه بهم که بگه که نه، یا حتی یه ایمیل نه گیرم، خب خیلی بد بود، خیلی نگران بودم. با سوپروایزر با استادم صحبت کردم که به هم گفتش که خب تو حوزه آیتی، چون من مستر نرم افزار گرفتم ایران داشتم، اینجا آمدم یه مستر مجدد گرفتم، به هم گفتش که برو مثلا یه شهر بزرگتر، تورنتو یا ونکوور، که بتونی که کار پیدا کنی. به خاطر همین اومدم، ولی دو سه ماه بیشتر وقت نذاشتم. اگر اقامت داشتم و دغدغه کار اقامتم رو دیگه برام مثلا وجود نداشت، شاید اونجا میموندم چند ماه هم میتونستم با کار جنرال، آره دقیقاً میتونستم هزینه‌های زندگیم رو پرداخت کنم و انرژی بیشتری بذارم برای کار پیدا کردن، ولی ترس و نگرانی که داشتم باعث شد که از اونجا بیام تورنتو. خب اون وقت توی تورنتو تجربه دنبال کار گشتن چجوری بود؟ خیلی فرق میکنه؟ ببینید اینجا مخصوصا برای آیتی خب کار خیلی بیشتره، کار خیلی بیشتر از ساسکاچوان هست و من حدودا 20 روز بیشتر، بعد از 20 روز سر کار بودم، یعنی که همون تا رسیدم. There's a big difference آقا جان. بعد ما خودم هم چقدر بیگرا فهمیدم هیوجه، بیگ نیست دیگه. دقیقاً بعد از یعنی روز 20 من سر کار بودم.
خب خیلی فرقشه. پس چون اینجا هم دقیقا مثل، حالا نمیتونم بگم مثل ساسکا، ولی اینجا هم جزو جاهاییه که نسبت به شهرهای بزرگ مثل تورنتو واقعا جاب اپورتونیتیاش کمتره و زمان بیشتری تو باید بذاری که بتونی کار پیدا بکنی. و خب خیلی مثلا به ما میگفتن چرا نمیری تورنتو که راحت تر کار پیدا بکنی، ولی خب ما واقعا دلمون نمیخواست از اینجا دل بکنیم بریم، به خصوص که تورنتو رو خودمون به دلایلی اصلا دوست نداشتیم و نداریم. بعدی به جون خریدیم، سختی شد دیگه که اپلای کنی و به قول شما نه یه ایمیل بزنن نه زنگ بزنن دیگه اصلا آقا ما شما رو نمیخوایم لاغن از بلا تکلیفی درت بیارن. آره همون فرق. الان من حالا متوجه شدم که تفاوتش خیلی زیاده، خیلی زیاده. ولی خب ساسکاچوان یه استان بی نظیره، بخوام خلاصه کنم، مردم بسیار عالی داره. پیاده روی که میرفتم اینجا تو شهر بزرگتر میبینیم که مردم صبح به صبح، حالا الان که روزای کروناه، ولی یه لیوان یه کافی دستشونه و با شتاب از بغلت رد میشن. ولی اونجا اینطوری نبود، اونجا لبخنده بود، سلام، روز خوبی داشته باشی فکر می‌کنم تو باشه. اصلا آدما با هم ارتباط دارن، یعنی امکان نداره کسی با رد میشه نگاهشو به نگاهت نندازه یا یه سری تکون نده یا دقیقا همین که شما میگی حال احوال نکنه. اون زندگی قشنگ جریان داره. بله همینطوره. چیزی که هست دقیقا فقط این چیزی که بود این که مثلا توی ساسکاچوان پاساژا مثلا شنبه یک شنبه ساعت 5-6 بعد از ظهر میبستن، بعد مردم کانادا خب ساپر شام مثلا زود میخورن، 6-7 بعد از ظهر میخورن، زودم میخوابن. یکم یه مدلای یکم با ما فرق میکنه، ولی میبینین که چه زندگی آروم و ریلکس و پر از آرامشی دارن. خیلی دقیقا همینطوره. حالا اینجا یکم دیرتر میبندن البته. خیلی هم عالی، خیلی اطلاعات خوبی بهمون دادی پرسا جان. اگه موافق باشی من کوشن باکس رو یه نگاه انداختم، دو سه تا سوال مرتبط خوب بچه ها پرسیدن، اونا رو من ازت بپرسم و بعد حالا یا یه پست بعدم بذارم توی پیج بچه ها سوالی که راجع به ساسکا دارن رو بپرسم و شما زحمت بکشی به ما اطلاعات بدی، یا اینکه ما بعدا یه لایو پرسش و پاسخ بتونیم نهایتا با هم بذاریم که به سوالای بچه ها جواب بدیم. حالا این دو سه تا رو به احترامی که بچه ها با ما بودن، یکی این که بچه ها پرسیدن زبان فرانسه توی ساسکا چقدر پوان مثبت حساب میشه؟ والا زبان اصلی توی ساسکاچوان انگلیسیه، یعنی که اون امتیاز این که شما بگین که خب دو زبانه بودن تو بعضی از کارها مخصوصا کارهای دولتی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی برای ساسکاچوان خیلی مثلا که امتیازی نداره چون زبان اصلیشون انگلیسیه. خب ببین مثلا برای اینجا هلیفکس هم همینه، زبان اصلی انگلیسیه، ولی خب خیلی موقع وقتی داری برای کار اپلای میکنی خیلی از جاب پستینگ ها نوشته اگر زبان دوم بدونید که زبان دوم فرانسه حساب میشه، زده که پوان خیلی مثبتیه، یعنی شما یه اولویت پیدا میکنی نسبت به بقیه کسایی که دارن برای کار اپلای میکنن و فرانسه نمیدونن. حالا جدا از کارهایی که اصلا میزنه که شما باید فرانسه هم بلد باشید. درسته. بله اون ساسکاچوان هم قطعا همینطوره، ولی اینکه مثلا بگیم که توی روش‌های مهاجرتی، خب الان کلن اکسپرینس اینتری اومده گذاشته یه سری پوینت میده به بچه‌هایی که زبان فرانسه بلدن، غیر از اون روش‌های دیگه‌ای که برای مهاجرت توی ساسکاچوان هستن زبان فرانسه امتیازی به اون صورت نداره، ولی خب دونستنش یه امتیازه دیگه. دقیقا. خب یه سوال دیگه هم، حالا میدونم که بچه ها این سوال رو باید برن خودشون سرچ کنن دقیق اطلاعات بگیرن، ولی چیز حدودی، جایگاه دانشگاه رجاینا توی کانادا چطوره؟ ببینید رنگ خیلی بالایی نداره، خب این که مثلا بگیم که خب جزو دانشگاه تاپ خوبه نیست، اینطوری نیست، ولی این که خب جزو یکی از دانشگاه های کاناداست دیگه، دانشگاه خوبیه دانشگاه، ولی خب قابل مقایسه مثلا دانشگاه معروفه مثلا یوافتی، رایرسون یا دانشگاه دیگه به هیچ عنوان نیست. ولی من خودم خیلی راضی بودم، من دانشگاه آزاد تو ایران درس خوندم، لیسانس و فوق لیسانس، اصلا یادم نیست تزم چی بود تو دوره فوق لیسانس، چون یادمه که میخواستم پروپوزالم رو به استادم بهش بدم، رفتم سر ساختمون ازش امضا گرفتم، استادم بساج بفروش بود تو ایران. خب اینجا تازه فهمیدم درس خوندن یعنی چی. بعد رنگ خیلی بالایی نداره.
خب ببین، یکی از بچه ها در ادامه همین سوال پرسیده که چقدر این موضوع میتونه کار توی کار پیدا کردن تاثیر بذاره که دانشگاه مثلا رنکینگ خیلی خوبی نداره. شما بگو. خیلی کم به نظر من، چون که از من پرسیدن که میدونید سیاست اینجا شما بهتر از من میدونید، اولین چیز اعتماده. یعنی وقتی ازت میپرسن که چه مدرکی داری و اینکه، از من نپرسن کجا فارغ التحصیل شده، من گفتم مثلا من اینجا فارغ التحصیل شدم، مستر دارم، حتی ازم مدرک هم نخواستن، اینکه دقیقا مدرک ارائه بدم. دقیقا اون بحثی که شما گفتی کار پیدا نمیشد به خاطر دانشگاه نیست، بچه ها بدونن که به خاطر اینی که تو شهرهای کوچیکتر کار کمتر پیدا میشه، بحث وگرنه رتبه دانشگاه نیستش. درسته، همینطوره. خیلی ولی عالی. رنگ برای بچه های خیلی مهمه که میخوان که در واقع اکادمیک پوزیشن بگیرن، به عنوان مثال میخوان پیشتیشون رو توی دانشگاه خوب تر بگیرن، یا پیشتی هستن میخوان پستاک بگیرن، یا اصلا میخوان یه پوزیشن اکادمیک بگیرن، قطعا براشون برن تو مهمه. دانشگاه کار بکنن. بله بله همینطور. ولی وقتی شما میخواید وارد صنعت بشید، یا حتی از من نخواستن که بهشون مدرک نشون بدم. دقیقا همینطوره، فقط بر اساس چیزی که شما تو رزومه ادعا میکنی و چیزی که تو مصاحبه میگی به حرف شما اعتماد میشه دیگه. درسته، همینطوره. خیلی خوب بود پرسه جان، خیلی اطلاعات خوبی بهمون دادی، واقعا ممنون. مرسی ازت. امیدوارم که بچه‌ای که سوال دارن بیان پست پیج شما رو سر بزنن، نگاه کنن پست‌ها رو و واقعا استفاده بکنن. ممنونم. همینطوره، من پستای شما رو که میبینم، صبح که استوریاتون رو میبینم، پر از انرژی و لبخنده، کلی لذت میبرم. من خب میبینم که یه مهاجر باشی، این انرژی رو هر روز بخوای داشته باشی و به دیگران در واقع این انرژی رو در واقع نشون، نه نشون بدی ولی همراه با خودت بکنی، خیلی خیلی مثبته، خیلی قابل تغییره. ممنونم مرسی از شما. عزیزم. ممنون، مرسی از شما. شما تنها کسی نیستی که این فیدبک رو میدی و واسم خیلی جالبه. یعنی یه روزایی شاید خودم حوصله نداشته باشم مثلا دوربینو بگیرم حرف بزنم، ولی این فیدبکه که میاد میگم شاید این سلام سلام الان به یکی کمک کنم. من یه سلام سلام میگم. دیروز اینم بگم بعد تماشا کنم، دیروز رفتم همین نوبای ایرانی که اینجا هست، تا از در رفتم تو خانم گفت سلام سلام، گفتم چی دیگه، کارم ساخته است. همیشه لبشون پرخنده باشه. مرسی، شما هم همینطور. مرسی که برامون وقت گذاشتی صحبت کردی، و به خصوص که روز تعطیل میدونم چه ارزشمنده که آدم از تعطیلش بزنه بشینه پای لایو اینستاگرام. امیدوارم که برای شما هم همیشه اتفاقای خوب بیفته و موفق باشی، و ان شاء الله تو لایوهای بعدی هم دیگه رو ببینیم. خیلی ممنون. به همچنین ان شاءالله که شما هم سالم باشید و اینکه توی لایوهای بعدی در خدمتتون باشیم. ان شاء الله سلامت باشی. ممنون از بچه‌ها هم، مرسی که ما رو دیدن. مرسی، خدا نگهدار. مرسی، خدا خدا.